جهت شناخت بیشتر شورای ملی مقاومت و چگونگی کارکرد و مصوبات آن چند پیش رادیوی ایراوا در سلسله برنامه‌هایی به نام شورای ملی مقاومت در ایران فردا در خدمت آقای پرویز خزائی نماینده شورای ملی مقاومت در کشورهای نوردیک رو شروع کردیم که امروز در قسمت پنجم به طرح خودمختاری کردستان می‌پردازیم. جناب خزائی سلام می‌کنم خدمتتون، تشکر می‌کنم از اینکه دوباره وقتتون رو در اختیار رادیو ایراوا گذاشتید. ما در جلسه قبل در مورد طرح آزادی‌ها و حقوق زنان در شورای ملی مقاومت صحبت کردیم و شما توضیحاتی دادین. امروز میخوایم در رابطه با موضوع خودمختاری کردستان بهش بپردازیم که یکی از طرحهای شورای ملی مقاومت هست که در یک مقدمه و 12 ماده به تصویب رسیده. لطفا بفرمایید که این طرح کی و با چه اهدافی در شورای ملی مقاومت به تصویب رسید و اصولا اینکه چرا اینقدر مسئله کردستان مهم بوده و هست؟ ببینید، من یک مقدمه خیلی کوتاهی بگم با درود به شما و به رادیوتون و به شنونده های عزیزتون. ببینید، واقعا توی تاریخ بشریت یک زمانی بود که بسیار بسیار جدایی خواهی چیز شد دیگه، بعد از جنگ های 30 ساله اروپا که هم کلیسای روم و هم کلیسای پروتستان همه با هم میکردن و میخواستن همه کشورها رو زیر یک علم ببرن. خب بعد پیمان وستفالی که ایجاد شد، این جنگ های 30 ساله تموم شد. این خیلی مهمه، این نکته برای هموطنان عزیز که بدونن که این سرنوشت این دموکراسی های اروپا چیست. و بعد هم بعد از پیمان وستفالی، چون هنوز دولت های پادشاهان محلی اومدن و بعد سیستم های دیکتاتوری بود، جدایی خواهی به اوج خود رسید تا سرفصل همین عصر مدرن. یعنی همه کشورهای اروپایی همشون و قومها و ملتها، زبانها، گروههای قومی، مذهبی و نژادی تا حدود زیاد سعی میکردن که از مرکز فرار کنن و حکومتهای جدایی درست کنن، جدا جدا بشن از همدیگه، که داستانهای بسیار طولانی داره در تاریخ اروپا. جنگهایی که مثلا توی شمال اروپا بوده، پروس و اینا و حتی شق شدن ایتالیا و کشورهای دیگه، نواحی جورا، سوئیس، نمیدونم، حالا مفصله. خب این دیکتاتوری باعث میشه که کشورها و ملتها فرار کنند از حکومت مرکزی. حق هم دارن، به خاطر اینکه یک حکومت مرکزی مخوف میاد، هم زبانشو، هم دینشو، هم مذهبشو، هم سیستمشو و هم گروه حاکمینشو تحمیل میکنه بر این ملتهایی که توی اون مجموعه جغرافیایی هستن. به طور طبیعی این ملتها فرار میکنن و اصل جدایی طلبی و نیشن استیت به قول خودشون، تشکیل کشورهای مستقل و اون مستقلها هم کشورهای تیکه تیکه شدن، جز جز شدن، با هم دیگه دعوا کردن، اینها به اوج خود رسید. اما همچنین که دموکراسی ها پا گرفت و دیگه دموکراسی نهادینه شد و سیستم های دموکراسی در اروپا پایه های محکمش رو ریخت، دوباره ملت ها سعی میکنن با همدیگه نزدیک بشن و بیان روی مشترکاتشون اتحادیه تشکیل بدن، مثل همین اتحادیه اروپا، همین اروپایی که به هر جزءش، هر گروهش، هر دستش به خون هم تشنه بودن. درست. سالها قرنها اینا همدیگر میکشتن، همدیگر رو خلاصه حمله میکردن و سعی میکنن سرکوب کنن بزرگا کوچیکا رو. ولی خوشبختانه وقتی که دموکراسی ها پا گرفت، اینا نقاط مشترکشون رو پیدا کردن و الان اتحادیه اروپا ایجاد شده. در کشورهای منطقه و ایران و همه این کشورهایی که برها دیکتاتوری زده هستن، خب یک عصر دوره حق داشتن، به خاطر اینکه یک قومی می اومد در ایران مثل قاجاریه، مثل صفوی، مثل پهلوی و قبل از اون، و این یک حکومت مرکزی می زد و بقیه اقوام رو زیر یک مهمیز، زیر یک پرچم به زور نگه می داشت و زبان و شیوه حکومتیش رو تحمیل می کرد و حتی دینش رو. برای همینه که خب ملت کردستان ایران، ملیت کردستان واقعا زحمت کشیدن و مبارزه کردن در طول تاریخ.
و خیلی هاشون هم اون بدنه اصلیشون هم هدف اصلیشون که این نبود که مثلا کشور مستقل تشکیل بدن، حتما هم خب هستن گرایشی توشون هستن و خواهند هم بود، ولی بیشتر اینا میخواستن در چارچوب یک ایران دموکراتیک اینها خود مختاری داشته باشن. به عبارت دیگر سیستم فدرال گردم بهترین سیستم برای کشورهای که کشورهای موزاییکی، کشورهایی که چند زبانه هستن، چند قوم هستن، اتنیک از نظر اتنیسیتی با هم دیگه تفاوت دارن، حتی از نظر مذهب با هم دارن تفاوت دارن، مثل هند، مثل جاهای دیگه. خب این بهترین نمونه برای سیستم فدراله. این سیستم در سیستمی باشه که یک کسری یک کشوری باشه و در اون فضا استانهایی استیتهایی خودمختاری داشته باشن و مسائل داخلیشون رو بچرخونن، مثل کانادا نه آقای خزایی؟ مثل کانادا، مثل آمریکا، مثلا آلمان و خیلی کشورهای دیگه که توی دنیا هستن. خب به زودی هم حتما مال چیز هم خواهد شد، مال اسپانیا. ولی به هر حال اینا بیشتر میخوان مال اسپانیا کاتالان ها. خب این یک حق واقعا مشروع و مبارزه مشروعیه که ملت کرد کرده که اومدن زحمت کشیدن و وقتی هم که توی شورای ملی مقاومت بودن من خودم یادم از همون ابتدا بحث خود مختاری کردستان، همون موقع خود حزب دموکرات کردستان هم عضو شورای ملی مقاومت بود آقای قاسملو که خیلی اونجا بحث شد و مجاهدین هم که خب نیروی اصلی مقاومت بودن و شورا بودن بسیار از هم اول استقبال میکنن، اصلا خودشون طرح داشتن مجاهدین محروز هم دارن که قومیت ها ملیت های ایران در چارچوب آزادی و برابری و حق خلاصه گرداندن سرنوشت داخلی خودشون، زبان خودشون، تدریس زبانشون، ترویج مذهب و عقیدهشون در این چارچوب ها کار کنند و مجاهدین هم به حق که زحمت کشیده بودن از قبل هم از قبل از اصلا تشکیل شورا، چون یکی از کسایی که واقعا علیه جنگ واقعا ضد مردمی لشبل شبکشی خمینی به کردستان بود، اونا که جلش واسده بودن یکیشون هم سازمان مجاهدین بود. خب این تر مطرح شد و وارد بحث قرار گرفت و در 17 آبان 1362 که میشه 1983 این طرح به اتفاق آرا در شورای ملی مقاومت به تصویب رسید. طرح بسیار خوبی است، طرح بسیار یعنی یک البته یک چیز کلی است، اینا خب جزئیات یک حکومت فدرال، یک استیت که به طور زیر یک حکومت فدرال هست، ایالت خود مختار. خب بعدا باید قوانین بیشتری، قوانین محکمتری وضع بشه برای رسیدگی به جزئیات و کارکرد و طرز عمل و طرز خلاصه اداره، ولی کلیاتش در همین 12 ماده‌ای که گفتید به خوبی اومده جلو چشمنه و در اونجا که مثلا قلمرو جغرافیایی میذاره آرای عمومی مردم منطقه، بعد شورای عالی کردستان تشکیل میشه، قوانین داخلی اون چیزی که مربوط به استیت خودشونه مثل همون سیستم کانادای شما، سیستم آمریکا، سیستم آلمان، این قوانین در چارچوب قوانین داخلیشون، کمونهاشون، مسائل داخلیشون، مسائل ارتباطیشون، مدارسشون، تحصیلشون، زبان کردیشون، اینا رو در اونجا خودشون تصدیب میگیرن. اما چون در چارچوب دولت فدرال هستن، این کانادا، این آمریکا، این آلمان و جاهای دیگه، سیاست خارجی، اقتصاد عمومی بوده شمارد بشود، سیستم دادگستری اصلی که مثلا به طور فدراله که البته دادگاه های محلی هست، اینها قلمروشون مشخصه، یعنی هم دولت مرکزی کمک میکنه که نهادهای ایالتی و خودمختار پا بگیره و هم اونها هم سعی میکنن که و توی همین مسابقه هست که اونا هم کمک میکنن که همون مسائلی که در دست دولت مرکزی هست مثل سیاست خارجی، مثل تجارت خارجی، گمرکات و مسائل مالی عمومی کشور در چارچوب اون کمک کنن به دولت مرکزی. البته میدونید که این خیلی برای من منطقی هم هست به خاطر اینکه مثلا در ایران خب نفت خوزستان ما
مرکز طلای ماست، طلای ملت ایرانه، یک گنجی است از برای ملت ایران. خب این باعث میشه که استانهایی که مثل بلوچستان، مثل استانهای دیگه که ندارن نفت ندارن، یا کردستان، کردستان قسمت ما، اینها بتونن از بودجه ملی، از درآمد ملی، از این ثروت‌های ملی که در استانهای دیگه به وفور هست، مثل خوزستان، مثل خراسان، از نظر کشاورزی، از نظر منابع دیگه استفاده کنن. من فکر میکنم طرح بسیار بسیار مترقی هست، کلیات، ولی خب خود این کلیات اول باید در این شورا تصویب میشد که بعد در ایران آزاد آینده، در پارلمان آینده، در قانون اساسی که ملت ایران خودشون انتخاب میکنن از طریق مجلس مؤسسانشون، بیشتر میپردازه به جزئیات این طرح خود مقدار. جناب خزایی، آیا شورای ملی مقاومت یا دولت موقت بعد از سرنگونی رژیم حق اعلام خودمختاری مناطق دیگر ایران رو هم به رسمیت میشناسه؟ حتما وقتی اگه مطرح بشه، چون به هر حال صاحبان علش باید بیان که اگر عضو شورا هم بودن، مثلا یک حزبی از حزب آذربایجان، حزبی از حزب بلوچستان، مثل حزب دموکرات کردستان، اینا هم عضو شورا بودن، تشکیلات داشتن، 100% از همین حالا بررسی میشد. همین حالا بعید نبود که یک مصوبه هم اینجا به تایید و تصویب میرسید، اما چون خب نبودن کسایی که صاحب عله باشن، مثل حزب دموکرات کردستان و مردم کرد که نمانده داشتن توی شورای ملی مقاومت، حتما در ایران آینده، در مجلس مؤسسان آینده، در قانون اساسی که قراره که با رأی ملت و نمانده های ملت تصویب بشه، حتما هر قومی، هر گروهی، هر دسته‌ای که صاحب هویت باشه و بخواد بیاد و در یک سیستم فدرال در ایران اون هم تقاضای خود مختاری کنه، 100% مورد بررسی قرار میگیره. من و ما مثلا شورای ملی مقاومت، ما هیچ گونه مخالفتی باش نخواهیم کرد. مطلب دیگه اون موقع میرسه دیگه به نمانده های ملت که میان جمع میشن، حتما نمانده های ملت کردستان میان، نمانده های ملیت های دیگه میان، و در اونجا مجلس مؤسسان نمانده هاشون رو میفرستن به مجلس مؤسسان و اونجا مورد بس قرار میگیره. اما ما تک تکمون و روحی حاکم بر شورا هست، نه تنها مخالفتی نداریم، بلکه اصلا روح اساسنامه شورای ملی مقاومت میگه که باید ملیت ها و کسایی که در داخل ایران، مرزهای ایران هستن، حقوق ملیشون، حقوق مذهبیشون، زبونشون و هویتشون، اینا مورد احترام قرار بگیره و اصل برابری و مساواتی که توی شورای ملی مقاومت به نام یک اصل پایه‌ای هست، یعنی بدون تبعیض که میگیم که هیچ دینی و هیچ دینی دیگر ارجحیت نداره، هیچ قومی و هیچ قوم دیگه خلاصه امتیاز نداره، یا منفی یا مثبت بهش برخورد نمیشه، 100% فکر میکنم که اگر مطرح بشه، هر آدمی که به این اصول شورای ملی مقاومت اعتقاد داره حتما استقبال میکنه. جناب خزایی، آیا این نگرانی رو، البته بعضی ها هستن که این نگرانی رو دارن و ترس از تجزیه ایران واقعا براشون یه چیز واضح و روشنی هست و بسیار ترس دارن از این مسئله، آیا خودمختار شدن مناطق مختلف ایران باعث تجزیه ایران نمیشه؟ سوالتون خیلی خوب بود، برای همینه که من اول اون مقدمه رو براتون گفتم راجع به سرنوشت اروپا و غرب بعد از جنگ های 30 ساله. حرف من یک حرف مشخصه، من چنین میگم، هیچ وقت در یک سیستم دموکراتیک که مردم با همدیگر در صلح صفا زندگی میکنن، نمانده هاشون هر 4 سال، هر 5 سال، هر 3 سال میرن تو مجلس، کشور میچرخونن، دولتشون کشور میچرخونه و به صورت دموکراتیک تغییر پیدا میکنن، هیچ وقت تجزیه طلبی به طور جدی در این کشورها نه مطرح میشه و نه اگه هم مطرح بشه پا نمیگیره، به خاطر اینکه نیازی نیست. فرار کردن، تجزیه شدن مال سیستم های سرکوبگره. حتی جنگ های، خانم غفاری، جنگ های تاریخ هم همین جوری بوده. شما ببینید، مثلا من یک دفعه خودم یه صحبتی میکنم با این مؤسسه صلح سوئد که یه تحقیقاتی کرده، مثلا یک مسئله بسیار جالبی اینجا هست که ما با هم دیگه بحث کردیم راجع بهش، که ببینید
مثلا از 200 سال پیش به این ور حدود مثلا 170 80 جنگ بزرگ بزرگ درست بوده توی تاریخ این صدا مثلا 200 سال پیش بگیم تا به امروز. در این جنگ ها از 2000 نفر کشته شده تا 40 60 میلیون در جنگ بین الملل دوم. خب در هیچ کدوم از این جنگ ها خانم غفاری دو تا دموکراسی به هم نجنگیدن، هیچ وقت دو تا دموکراسی به هم دیگه تیغ نکشیدن. در اسکاندیناوی سوئدیا و دانمارکیا قرنها خون همدیگر رو ریختن سر مثلا یک جزیره به خاطر اینکه دو تا شاه دیکتاتور بودن و با هم مین جنگیدن. اما وقتی دموکراسی ها پا گرفت تمام این مسائل رو حل کردن، قرارداد بستن، مجالسشون رأی دادن، مذاکره کردن، حتی فنلاندیا با سوئدیا رفتن سازمان ملل متحد مسائلشون سر اون جزیره ماریا هم حل کردن. هیچ من نگرانی خانم غفاری ندارم، با کمال واقعا راحتی در اوج راحتی و در اوج اطمینان به همه هموطنان عزیزم میگم و شنوندهای شما، هیچ جای نگرانی نیست در دموکراسی ها. وقتی که یه دموکراسی پا بگیره، دموکراسی نهادینه بشه که باید سعی کنیم بشه. چرا ملت اروپایی نهادینه کردن از 200 سال پیش بین و شروع کردن؟ ما دیر کردیم. من توی اون مقاله قبلیم راجع به مصر نوشتم بله. ما دیر کردیم. تمدن‌های باستانی جز هند در شرق دیر کردیم، اینا نهادینه شدن. الان شما ببینید یک ملتی مثل ملت هند، این بهترین واقعا مسئله که من خودم اونجا 4 سال کنسول بودم. یک ملتی که 300 زبون مختلف داره، چندین صد تا قوم و دسته و نمیدونم دین و مذهب و سکت و اینا داره و زبونهاشون زبون انگلیسی زبون مشترکشونه، اینقدر زبونهاشون فرق کنه. اما این ملت شما دیدید یک دفعه کودتا بشه، یک دفعه مثلا مردم بخوان که جدا بشن، اون کسی که میخواد در اون بالا کشمی تقاضای جدایی میکنه اون یه داستان دیگه است، اون داستان اسلامی بازی و این چیزهای مشکلاتی است که با پاکستان دارن و یک سری رو مثلا اونجا تحریک میکنن. من معتقدم که اونا هم خود مختاری دارن در هند. اتفاقا یکی از بهترین مسائل هایی که شاید من بعد میزدم توی این بحث که گفتم آمریکا و آلمان و سیستم کانادا، خب هند واقعا یکی از موفق ترین واقعا سیستم های فدرال داره که یک بار هم نشونه که اینا با هم مشکل ایجاد بکنن. اینه که دموکراسی ها وقتی پایه بگیرن نهادینه بشن هیچ جای نگرانی نیست. نگرانی موقعی است که حکومتی تحت عنوان سلطان ظل الله سایه خدا یا روح الله نمیدن نمایه خدا روی زمین میاد و سعی میکنه که ملت ها ملیت ها دسته ها قوم های دیگر رو سرکوب کنه. اونجاست که گریز از مرکز ایجاد میشه، اونجاست که جنگ داخلی شروع میشه، اونجاست که مردم میخوان فرار کنن که حق هم دارن فرار کنن از دست حکومت مرکزی. من هیچ گونه نگرانی خانم غفاری نمیبینم. اگر برای همینه که خود حزب دموکرات کردستان از اول شعارش این بود دموکراسی برای ایران، خود مختاری برای کردستان، و این اصل اصلی که توی برنامه شروع میدیم مقامت توی مصاحبه هاش این مصاحبه هاش هم که مال کردستان هست که در چارچوب یک ایران دموکراتیک هیچ جای نگرانی برای تجزیه نخواهد بود. جناب خزای، بر اساس این مصوبه آیا دولت مرکزی نظارتی داره بر امور کردستان خود مختار، مثلا مسائل حقوق زنان، حق آزادی عقیده و بیان، آزادی مطبوعات و این سری حقوق؟ آره، چون توی برنامه شورای ملی همین توی همین طرح خود مختاری نوشته که اصولی که در شورای ملی مقاومت در اساسنامه هست این اصول حاکمه. این اصول یعنی اصول مثل آزادی دین، آزادی بیان، آزادی اجتماعات، برابری زن و مرد، حق خلاصه تعیین سرنوشت مردم از نظر زبان، از نظر عاداتشون، اینها تضمین شده. یعنی یک دولت خودمختار نمیتونه بیاد فردا مثلا یه حکومت اسلامی نمیدونم اون از نوع دیگش بزنه یا حکومت تک حزبی بزنه، چون اینا در اساسنامه شورا اومده که بر اساس این اصول باشه. اتفاقا در جایی حتی تأکید شده که باید بر اساس اعلامیه جهانی حقوق بشر باشه که این دیگه واقعا میثاق جهانی کل بشریت دیگه، ماده 8 هست آقای آزادی بیان، آزادی مطبوعات، آزادی تشکیل اجتماعات.
و این چیزا. یعنی منتها در دولت خود مختار مثل خود شما توی کانادا، مثل آمریکا، مثل هند، یه سری امور هست اونا خودشون تصمیم میگیرن، چون پارلمان محلی دارن، چون رئیس دولت محلی دارن، مثل مدارس، مثل تحصیل، مثل راه، مثل نمیدونم پلیسشون، مثل مسائل داخلیشون، مثل بودجه های داخلی کمون هاشون، مثل مثلا سیاست های اقتصادی محلیشون، شهرسازیشون، خونسازیشون و و و خیلی چیزهای دیگه. اینها رو جز اون اینا رو خودشون میچرخن، یعنی قوانینشون رو خودشون تصویب میکنن، یعنی مجلس محلیشون تصویب میکنه، دولت محلی هم دارن که اینو اجرا میکنه، مثل یک دولت کوچیکی در یک دولت بزرگتر که بهش میگن سیستم فدرال. فقط در سیاست خارجی، در اقتصاد عمومی و کلی، بودجه کلی که به نفعشونه، به نفع کردستانه، که از درآمدهای هنگفت نفت خوزستان ما اونها هم مملکتشون رو بسازن، ناحیهشون رو بسازن، رفاه داشته باشن، و گمرکات و خلاصه سیستم دادگستری که حتما مثل دادگاه فدرال شما، دادگاه فدرال آمریکا، دادگاه فدرال هندوستان، خب اونجا یه سری چیزها هست که دادگاه فدرال هست، مدرسه عالی فدرال، ولی سیستم پلیس، سیستم داخلی، سیستم دادستانی، سیستم دادگستری های خودشون، اینا رو اونجا بر اساس قوانینی که خودشون تصویب میکنن اونها رو به کار میندازن و اجرا میکنن. اینا یه چیزای جا افتاده است توی بشریت، امروز این مدلش هست در کشورهای دیگه، خیلی هم موفقه، خیلی هم موفقه، هیچ مشکلی هم ایجاد نشده، حتی بسیار هم مشکلات اثر را بعدش هم دیگه، چون فشار نمیادن همش به دولت مرکزی، یکی دو مرکز بشینه راجب جزئیات مثلا کردستان و بلوچستان و نمیدونم خوزستان و ترکمنستان، اینا هی بیاد هی قانون بده، هی نمیدونم فشار بیاره، هی بره اونجا آدم بفرسه. حتی اینجا به صراحت نوشتن که ارتش مرکزی ایران حق دخالت در امور داخلی کردستان نداره، چون ارتش یک کشور کارش حفظ مرزها و جلوگیری از تهاجم خارجی و حفظ تمامیت ارضی و حاکمیت ملی کل اون دولته، یعنی اون سیستم اون کشوره. حتی توش نوشته که ارتش ایران حق دخالت نداره در کردستان و در جاهای دیگه، چون ارتش کارش حفظ مرزها و جلوگیری از تهاجم خارجی و برای تمامیت ارضی کشوره. مسئله زبان چی میشه آقای خزایی؟ آیا زبان کردی زبان رسمی خواهد بود یا اینکه صراحت اینجا در قانون، خوب گفتی، اینم خوب نکته جالبی است، به صراحت در اینجا گفته شده که زبان کردی زبان رسمی این ناحیه کردستانه، دولت خود مختاره و مکاتبات داخلی خودشون به زبان کردی است، مدارسشون به زبان کردی خودشونه، منتها زبان فارسی در دو جا داخل میشه، یکی در مدارس که زبان فارسی هم تدریس میشه، خیلی هم این رسم مثلا در خود کشورهای دیگه هم همینجوری هست، زبان مرکزی زبانی است که تدریس میشه، در هندوستان خب زبان هندی هم تدریس میشه به عنوان یکی از زبانهای اصلی، سوای اینکه زبان خود محلیشون هست، اون 30 زبانی که دارن تو هندوستان، البته انگلیسی هم هست، ولی کن مکاتبات که با مرکز میکنن و مکاتباتی که با دولت، با نهادهای مرکزی میکنن که در اونجا مستقرن، این مکاتبات به زبان فارسی، اما همه مکاتبات بین خودشون و نهادهای خودشون کردیه. زبان کردی هم زبان یک خودشونه برای تدریس، تحصیل، و در کنارش هم زبان فارسی زبانی که رسمی است و باید هم تدریس بشه. در رابطه به امور خارجی و روابط خارجی اشاره کوچیک هم کردین، شما مسئولیتون به دوش دولت مرکزی است گفتین، درسته؟ بله دیگه، تو سیستم فدرال چون در چارچوب برحال یک خونه بزرگتر هستیم و این خونه بزرگتر یعنی شخصیت حقوقی ما، کشور ما ایران در مقابل کشورهای همسایه و جامعه بین المللی یک چیز واحده، یعنی ما عنوان یک هویت واحد داریم رابطه بین المللمون رو تنظیم میکنیم، پس
این رابطه بین الملل حکومت مرکزی تنظیم میکنه، اما باز هم تاکید میکنم چون دموکراسیه اصلا جای نگرانی نیست. اگر دیکتاتوری بود بله، یکی به زور میومد، یکی ولی فقیه میشد، یکی اعلیحضرت قدر قدرت میشد و تک حزبی و حزب رستاخیز و یا اون امپراتور میشد، یا اون یکی مثلا رئیس جمهور مادام العون میشد مثل بشار اسد و قذافی اینا. خب این جای نگرانی بود، برای اینکه اون وسط، اون بالا خودش هر کاری میخواست میکرد، به کسی جوابگو نبود و مسئول نبود. ولی در یک سیستم دموکراسی نماینده های مجلس کردستان میان توی مجلس، فراکسیون مجلس کردستان هم میان توی، یعنی یک مجلس محلی هست در کردستان، ولی در مجلس ملی فدرال هم کردها اونجا نماینده دارن، بعد توی دولت میان، توی دموکراسی تو دولت میان، حتما ازشون وزیر میاد تو دولت مرکزی تو تهران، نمیدونم در نهادهای دیگه، در نهادهای اقتصادی، در نهادهای روابط بین المللی، در نهادهای حقوق بین الملل اینا هستن و 100% اینا کاری که میشه در تنظیم رابطه با جهان خارج از ایران حتما هماهنگ با هم دیگه، به صلاح دید طرحهای اونا هم 100% مورد قبول قرار میگیره، میان بحث میکنن و جای نگرانی نیست. چون عرض کردم الان توی دنیا جا افتاده این سیستم هایی که الان فدرال هستن، بسیار بسیار خوب دارن اجرا میشن و هیچ گونه مشکلی من توش ندیدم. حتی بعضی موقع بسیار از سیستم های غیر فدرال بهتر کار میکنن. جناب خزر، آخرین سوالی که میخوام خدمتتون مطرح کنم مربوط میشه به ماده اول این طرح که میگه منطقه خودمختار تمامی کردستان ایران را شامل میگردد، قلمرو جغرافیایی این منطقه از طریق مراجعه به آرای عمومی مردم منطقه کردنشین کشور تعیین میشود. آیا این معنیش این است که محل زندگی کردها خطوط مرزی کردستان را تعیین میکنند؟ یا نقشه که ما همینک داریم از کردستان؟ یک چیزهای تاریخی هست، البته خب این حتما بعدا مورد بحث و گفتگو و خلاصه تدقیق و تحلیل زیاد قرار خواهد گرفت. به هر حال هویت یک ملت، یک ملیتی، یک زبانشه، دو ممکنه بگیم مثلا، چون نژاد نژاد که اصلا نمیشه گفت، چون اینا همه نژادهای ما همه نژادهای هند اروپاییه و زبون هامون هم زبون های هند اروپاییه. زبان کردی یکی از زبون های هند اروپاییه، یکی از زبون های خواهر زبان فارسیه. خب نواحی روی زبان هست و جاهایی که به هم دیگه وصلن از نظر جغرافیایی. البته جاهایی هستن که مثلا قاطی هستن، مثلا لرستان. درست. خب لرستان یه سرزمین خیلی بزرگیه. هم لرستان بهش میگن لر کوچک که همین طرفای ماست، و لر بزرگ بختیاری هم که تا نزدیک فارس شیراز میرن. لهجه های مختلف دارن، درسته که زبان همه لریه، ولی لاغر 5-6 تا لهجه های مختلف دارن مثل زبان های اسکاندیناوی. خب در یک قسمتی مثلا در لرستانی که من بزرگ شدم، در اونجا یکی از زبان ها لکیه. لکی یک زبانی که ریشه کردی داره، یعنی زبان های کردی رو اگه شما بخواید تنظیم کنید میشه سه گروه اصلی: کرمانج، اون زبان های بالا مثل نقده و اینا که میره اون بالا که وصل به شمال کردستان زبان هاشون و به ترکیه، بعد میاد زبان سورانی که وسط سننده جنات، بعد میاد زبان های گورانی که این زبان های گورانی از کرمانشاه به پایین دیگه تا قسمتی هم از لرستان هم میگه. مثلا پدر مادر من به اون زبان هر زدن که ما از بچگی سه زبانه مثلا بزرگ شدیم دیگه، اون لکی کردی و بعد لوری و بعد فارسی. خب اینا هستن، اینا یه چیزایی که ممکنه بعدها مورد چیز قرار بگیره بحث اینا، ولی خب ملت ها خودشون آگاه هستن و من فکر میکنم در یک سیستم دموکراسی هیچ مشکلی نیست. من خوب یادمه که در هندوستان هم وقتی که مستقل شدن از امپراتوری انگلیس، خب چون واقعا آدم های بسیار عاقل و دانایی، خود گاندی، نهرو، ابوالکلام آزاد، پاتل، اینا آدم های بزرگی بودن که رهبری داشتن، اینها قشنگ کرخوندن و این مرزبندی های ایالتی خوب درست شد و هیچ مشکلی ایجاد نشد. و هیچ اگه مشکلی بعدها ایجاد شد، مشکل شما از کنم و کشمیر مشکل سیاسی و مشکل جنگ منطقه‌ای بالای هند و پاکستانه.
اینه که توی دموکراسی هیچ جای نگرانی نیست، حتی اون جایی که بخوان ملت ها بس میکنن، صحبت میکنن، تا اون جایی که بخوان میرن، تا هم که نخوان ملت ها وامیسن. یعنی من هیچ نگرانی نمیدم تا زمانی که دموکراسی ها برقرارن، نه جنگ های بین ملت درست میشه با هم دیگه و نه جنگ های داخلی ایجاد میشه. پس بیشتر سعی کنیم که مملکتمون به دموکراسی سریعتر برسه، مشکلات حل خواهند شد. یعنی این واقعا این چیز دیگه، اصل و اساس کل تاریخه. وقتی که ملت ها خودشون سرنوشت خودشون رو دست گرفتن، نماینده هاشون هر 4 سال یه دفعه اومدن حکومت کردن و مورد انتقاد قرار گرفتن، بعد عوضشون کردن، بعد رأی نیاوردن، تمام اینها در این دیگ دموکراتیک حله. یعنی در مردم آگاهیشون خیلی بالا میره، بحثاشون بالاتره، دیگه مجبور نیستن به جنگ و ستیز و نمیدونم جنگ داخلی بکشه کارشون.
Shit.